دوستان سلام، بازم ماییم و شما و یه موش کافی دیگه. هرزم به حضورتون که دمدمای دهه زج، علی گدا و شیخ فری و باقی جک و جونورای نظام به صورت گلبار رفتن سر قبر امام دجالشون تا تو این وضعیت درب و داغون یه اشکی بریزن و یه روزهی بخونن. به رسم هر سال رهبر معظم انقلاب پیش قدم شدند و 4 روز مونده به ایام دهه فجر با حضور در مرقد مطهر امام راحل ضمن قرائت فاتحه یاد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی رو گرامی داشتند. نکته موشکافانه قضیه دقیقاً همین جاست. علی گدا به همین آبغورگیری مختصر قناعت کرد و لام تا کامرز نزد. به جاش شیخ فری هم روده درازی کرد و هم زبون درازی. رئیس جمهور و هیئت دولت هم امروز به حرم مطهر امام راحل رفتن تا دولت 11 امروز در کنار مرقد منور امام یک بار دیگر با امام عزیز و بزرگوارش بیعت می کند که راه امام را، مسیر امام را در سایه رهنمودهای خلف صالحشان مقام معظم رهبری ادامه بده و به وعده هایی که این دولت به مردم داده عمل خواهد کرد. تیوی ریش برای که سیخ و سنبایی شیخ فری به علی گدا زیاد آنتنی نشه به پخش همین چند جمله اکتفا کرد، اما ورقبارهای باند کوسه تموم گوشه کنایه های شیخ فری به علی گدا رو نوشتن. رئیس جمهور در حاشیه این حضور در سخنانی گفت: امام همواره راه صحیح زندگی، اعتدال، پیشرفت و توسعه را به مردم آموخت. امامی که شهامت آن را هم داشت که روزی اگر ضروری و لازم باشد راه صلح را برگزیند و مسیر توسعه یک کشور را در مسیر ثبات و امنیت ادامه دهد. امام همان شخصیتی بود که آن روزی که لازم بود بحث زمان و مکان را در اجتهاد مطرح کرد. اجتهاد امام اصلاح طلبی اصولگرایانه و تحول خواهی سنتگرایانه بود. به این ترتیب شیخ فری از امامش استفاده ابزاری کرد و قضیه زهرخوری اون گربه گوری رو مثل چماق کوبی تو عمامه علی گدا تا بهش بفهمونه که راهی جز زهرخوری جلوش نیست. از اون طرف هم مام جواد زخیم یه مصاحبه هوایی کرد و موازه هپروتی دولت اعتدال رو به گوش جماعت دلواپس و دلارام رسوند. خب مذاکرات به مراحل بسیار حساسی رسیده، همونطور که بنده قبلا عرض کردم و همکارانم هم به عرض مردم خوبمون رسوندن. ما امروز در مورد جزئیات و موضوعات ریز کارشناسی بحث میکنیم. در اصل موضوع که برنامه غنی‌سازی ایران ادامه خواهد داشت و با در یک بازه زمانی به سمت غنی‌سازی با ابعاد گسترده برای نیازهای واقعی ایران پیش خواهد رفت. بازه زمانی رو داشتی؟ حالا این که این بازه زمانی چقدر بازه سوالیه که نه این ظریف جام زهری میتونه جوابشو بده نه شیخ فری اعتدالی. میخوان با این حرفای گلزنک سر جماعت دلواپس و شیره بمالن. حالا بقیهشو گوش کنی. برنامه تحقیق و توسعه ایران ادامه خواهد داشت. هیچ یک از برنامه ها و تأسیسات هستی ایران تعطیل نخواهد شد و همینطور حتی همکاری های بین المللی جدیدی در حوزه هستی، در حوزه های بسیار پیشرفته هستی شکل خواهد گرفت انشالله و تحریم ها برداشته خواهد شد. نگو که دلواپس ها رو بردی. فعلا که هرچی پیچ و تاب میخورید و نرمش ذلیلانه میکنید بیشتر به تحریم ها اضافه میشه. فناوری پیش رفتم که تا همین جای کار پیچ شل شده. اگه میبندی لااقل با واشر ببند مام جواد. روی این کلیات
توافق وجود داره. اونچه که هنوز روش بحث هست، البته در بعضی موارد ما در جزئیات نزدیکتر هستیم، در بعضی موارد نیاز به کار بیشتری وجود داره. اون حرفای شیخ فری و این حرفای ممجواد زخیم یه معنی بیشتر نداره. اونم اینه که عظما باید قید برگشت رو بزنه و همچی بی کله بره تو خط کوسه. پس پسکی رفتنشونم به خاطر به کرسی نشوندن همین خطه. تازه جدیدترین دستاورد هسته‌ای رو براتون نگفتم. بله، شیخ فری از ابو طالب جونش کوتا اومد و یکی دیگر رو به جای طرف فرستاد نیویورک. خبرش از کیهان خامنه‌ای بشنوی. خوشرو به جای ابو طالبی نماینده ایران در سازمان ملل شد. پاسداشت پاسپورت ایرانی. دولت باز هم عقب نشست. حالا چرا عقب نشست؟ واسه این که به طرف حسابها سیگنال بده که آقا جون ما اهلشیم، ما این کاره ای، زهر رو بریز میخوریم. علی گدا هم تا اینجای کار رفته تو دیپلماسی خفقون و هیچی نمیگه. حالا چرا؟ چون اگه بخواد از شیخ فرید دفاع کنه باید با نوچه ها شاخ به شاخ بشه و از اتمی خداحافظی کنه. اگه هم بخواد جلو شیخ فرید در بیاد گلوش گیر میکنه به تناب تحریما و دادش بلند میشه. رفقا حالا روشن شد چرا علی گدا سر قبر خمینی لالمونی گرفت و شیخ فری زبون درازی کرد. زد زیاد. Come on.